فوری جمعیت سرگردان. صلاح الدین ربانی از ریاست جمعیت اسلامی افغانستان برکنار شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: صلاح الدین ربانی از ریاست جمعیت اسلامی افغانستان برکنار شد. 47 تن از اعضای شورای رهبری جمعیت در خانه عطا محمد نور دست به این کار زدند. دکتر عبدالله، یونس قانونی، عطا محمد نور، واقف حکیمی، حفیظ منصور و ستار مراد از مبتکران این طرح بودند. شماری از جمعیت ها امروز بر علیه صلاح الدین ربانی کودتا کرده. عنایت الله شاداب را به عنوان رهبر موقت برگزیده تا کنگره این حزب را برگزار کنند. جمعیت حزب سیاسی نیست، بل یک بزنس سنتر است که اعضای آن هر روز یک دیگرشان را می فروشند و به خون رهبرانشان هر روز اهانت می کنند. حالا که امروز صلح داغ شده، جمعیتی هایی که ادعای یک طرف قضیه را داشتند در درون خودشان مصروف شدند. در همین حال نور رحمان اخلاقی، یکی از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: تصامیم جلسه شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان چهارشنبه 11 سرطان سال 1399. جلسه شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان بر ریاست عطا محمد نور، رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی، با اشتراک بیشتر از 2/3 کل اعضا دایر گردید و درباره مصالحه با طالبان، مشارکت در حکومت و بازسازی و فعالسازی بیشتر جمعیت اسلامی افغانستان بحث و تصامیم زیر با اتفاق آرا اتخاذ گردید. 1. با کمیسیون تدارک مجمع عمومی وظیفه سپرده شد که زمینه برگزاری مجمع عمومی جمعیت اسلامی را با توجه به ضرورت مبرم بازسازی جمعیت فراهم نماید. 2. استاد سید عنایت الله شاداب، عضو شورای رهبری و از مؤسسان جمعیت اسلامی افغانستان، تا برگزاری مجمع عمومی ریاست جلسات شورای رهبری این حزب را به عهده گیرد. 3. جمعیت اسلامی افغانستان به گونه فعال و سازنده از پروسه مصالحه ملی حمایت می نماید و خواهان حضور فعال و مؤثر در سطوح مختلف شورای عالی مصالحه ملی می باشد. 4. جمعیت اسلامی افغانستان که در تشکیل نظام جمهوری اسلامی افغانستان نقش مؤثر داشته است، بر مشارکت فعال این حزب در حکومت تأکید می کند. 5. به منظور ایجاد هماهنگی میان جمعیت اسلامی، شخصیت های حوزه جهاد و مقاومت و نیز سایر شخصیت های ملی و جامعه مدنی هسته مرکزی ایجاد گردد. اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی که با فیصله فوق توافق نمودند قرار زیلند: استر جنرال عطا محمد نور، امیر محمد اسماعیل خان، کلیم الله نقیبی، محمد یونس قانونی، استاد عنایت الله شاداب، عبدالستار مراد، حاجی حضرت علی، فضل کریم ایماق، بسم الله محمدی، استاد شیر مقصود حیدری، جنرال باز محمد احمدی، بصیره سلطانی، قاضی غلام فاروق شیرزادی، سید علی هاشمی، عبدالشکور واقف حکیمی، استاد اجرالدین اقبال، مولوی عبدالعزیز عزیزی، استاد عبدالرؤوف مخلص، سناتور عبدالاحد سلطانزوی، حلیمه عسکری، انجینیر عجبگل،
دکتر محی الدین مهدی، عبدالحفیظ منصور، معلم عبدالخالق مجاهد، مولوی شفیع الله نورستانی، استاد فضل رحیم بصیرت، استاد عبدالمالک هموار، جنرال عبدالبصیر سالنگی، نوررحمان اخلاقی، جنرال عبدالخالق، علمخان آزادی، مولوی اسدالله جمالی، قاری غلام محمد مسعود، حسام الدین طالقانی، سید احمد قتالی، عنایت الله نظری، سید ناصر یعقوبی، قاضی عبدالباری، قاری حیات الله، حسین شاه رحمانی، دکتر شمس الحق آریانفر، حاجی محمد رحیم ایوبی، کمال الدین حامد، استاد واصل نور محمد، حاجی محمد انور باوری، جنرال ضیاءالدین دلدار، عبدالواحد ابراهیمی خراسانی. نوت: از میان 62 عضو برحال شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، 47 تن از آنان یا به صورت حضوری و یا هم شمار از آنها که در ولایات و یا بیرون از کشور حضور داشتند، پس از تماس و شریک ساختن فیصله ها موافقت خود را با آن اعلام نمودند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.